من از کسی ترسی ندارم. اگر ایران لازم باشه تیکه پاره بشه باید بشه. هیچ چیزی مقدس نیست. علی جوانمردی، تو بعد از اینکه سایت کوچه یه نقل قولی کرده، شما آمدی به اون سایت، پریدی به بهانه اون سایت، زدی به جاهای دیگه و هی گفتی سند و مدرک داریم، یه حرفایی که واقعا جوانمردانه نبود، یه حرفا رو زدی و گفتی که کسانی که زم رو تحویل جمهوری اسلامی دادن اول پدرش بود به اتفاق خانواده، بعدش آمدی در یه مصاحبه دیگه یه جور دیگه مطرح کردی. دست بردارین از این بازی ها. بزنم گوش پسر من صدا زد و گفت امیر عباس تو جفرسون ایران. من به بنیامین گفتم که حمله کن، به منم گفتن که شما لینکلن ایرانی و عجب. اینا همه شالاتانیزم، همچین چیزهای وجود نداره. چرا این عادت شده از خون دیگران هی میخوان بخورین بهره برداری کنین؟ منم برای رژیم جمهوری اسلامی هم اگر ایشون رئیس جمهور بشه خبر خیلی خوبی نیست. آقای بایدن الان در بین خود دموکرات ها اونطور که باید شاید طرفدار نداره. اگر اینقدر شرف داشته باشن، محال آدم از رفع حرف بزنه، ولی از حکومتی که چشم دختران خودش رو در وسط خیابون روز روشن کور کرد، نابینا کرد، این بیشرف ها یک کلمه حرف نمیزن. چطور میشه که شما همه تون فلسطین رو میبینید، رفع رو میبینید، همه اتفاقات رو میبینید، اما کورید در برابر ایرانتون، کورید در برابر جنایت هایی که داره میشه؟ تو آمریکا تو وسط خیابون اینطوری تهدید به سرتی میبرن بکنی. البته ایشون به نظر من این جرأت رو پیدا کرده، احتمالاً ویزای دیپلماتیک داره، ولی حداقل اگه ما ایرانی ها دور هم باز در این زمینه قدم مثبت بردارن، حسن جان میتونم وزارت خارجه آمریکا رو وادار کنن که ایشون اخراج کنه. در شما نگاه کنید، تمام اینایی که الان دارن به یه خانواده میپرن، اینها همشون کسانی هستن که مخالف جمهوری اسلامی هستن. خیلی جالبه، خیلی جالبه، اینا مخالف جمهوری اسلامی هستن، اما امروز از زمانی که جمهوری اسلامی بعد از خیزش انقلابی شروع کرده به نسق گیری، شروع کرده به نفس گرفتن، اینا اصلا مسئله سرنگونی و نمیدونم این قضایی اصلا رفته. اگر حرفی هم میزنن یه سری چیزای جزئیه که فقط بگن آقا این مشکل مملکت ماست، حکومت اشکالی نداره، مشکل اینه. اگر ما معتقدیم که این حکومت لیاقت اداره ایران رو نداشته، ایران رو نابود کرده و تنها راه نجات این سرزمین براندازی کامل این حکومته، اگر ما به این باور داریم دیگه حرفایی که آقای منظرپور میاد میزنه که اگر آقای اسحاق جهانگیری کاندید شدن، خب این یک پیشرفتیه مثل داستان خروشچف بعد از استالین میمونه، چون تو جونشون کنن به هر حال با جمهوری اسلامی ان یه جورایی. سلام و درود بر شنوندگان عزیز برنامه در حاشیه، امیدوارم خوب و خوش و سالم و تندرست باشید، شاد باشید. 59 برنامه در حاشیه رو به اتفاق دوست و همکار عزیزم بهمن فتحی تقدیم حضورتون میکنیم در پنجشنبه 10 خرداد 1403، که امیدوارم این یک ساعت رو وقت برای ما بگذارید و با هم باشیم، و از طرفی اگرم فرصت کردید یه انگشتی به اون سابسکرایب بزنید که طبیعتاً بی تأثیر نیست، برای اینکه بتونید سریعتر برنامه های ما رو وقتی که میاد بارگذاری میشه ببینید. به هر تقدیر بهمن جان، بنده مقدمات آمدم، شما هم منم سلام میکنم. بله، خدمت هموطنان ارجمند بون، بیننده های این برنامه، و بسیار سپاسگزار هستیم که وقت با ارزششون رو به ما یک ساعتی اختصاص میدن. حتما. خب اگر موافقی، چون فرصتمون کمه، بله، تعارف کم کنیم و بر مبلغ بیافزاییم. بله. بریم ببینیم که این هفته در حاشیه چه خبرهایی بایستی ما اظهار نظر بکنیم، و بینندگان عزیزمون هم که محبت میکنن ما رو همراهی میکنن. و اما میخوام خواهش بکنم از اون کسانی که مشخص سفارشی کامنت میذارید و
مشکلی رو هم حل نمی‌کنید جز اینکه خودتون رو اعتبارتون و ارزشتون رو پایین میارین در برابر این همه اظهار نظرهایی که میشه. خیلی دوستانه اگر ایرادی دارن، انتقادی دارن، اون رو هم مطرح میکنن. شما با یه سری حرفایی که ربطی به این برنامه نداره به هر حال ارزش خودتون رو پایین میارید، وگرنه انواع حرفایی که شما میزنید ملک تلق پدر هیچ کس نیست. در مقابل شما هم طرف میتونه از این حرفا بزنه، میتونه یه چیزایی بگه شما رو خونسا، اصلا ظاهرتون رو خونسا بکنه. سایبری بازی برای ما در نیارید. نمیدونم اگر به آقای ایکس میگیم را نیفتید، سفارش نگیرید از اون آقا که بخواید به ما مثلا فرض کنید یه حرفی، حرفی که شما میزنید اون مشکلی که ایشون داره حل نمیکنه، اون مشکل سر جای خودش هست. به هر حال دیگه ما نمیخوام زیاد وارد این قضیه بشیم، میپردازیم به برنامه که من با اجازت بهمن‌جان یه صحبتی دارم با علی جوانمردی، که این آقای جوانمردی میخوام بگم شیطون تو بعد از اینکه سایت کوچه یک چیزی در رادیویی که هم زبان خودت بودن هم وطن خودت بودن تشخیص دادن که شما چه کارنامه‌ای داری اینو گفتن، سایت کوچه هم از اونجا برداشته یه نقل قولی کرده، شما آمدی به جای اینکه مثلا فرض کنید به سایت کوچه بگید به این دلیل تو که همیشه سند و مدرک ارائه میدی سند و اما همش میگی داریم اصلا هیچ کس در این سالهای گذشته از شما سند و مدرکی ندیده و همیشه هم حرفاتون رو عوض کرد، آمدی به اون سایت پریدی به بهانه اون سایت زدی به جاهای دیگه و هی گفتی سند و مدرک داریم، دخالت کردی، یه حرفایی که واقعا جوانمردانه نبود و اون زلفلی و عینلی رو به یاد آدم می آورد، این حرفا رو زدی و گفتی که کسانی که زم رو تحویل جمهوری اسلامی دادن اول پدرش بود به اتفاق خانواده، اینو گفتی، بعد اینو ورداشتی. من دارم خودم اینو آرشیف کردم ولی دیدم که توی یوتیوب نیست، اینو ورداشتی، بعدش آمدی در یه مصاحبه دیگه یه جور دیگه مطرح کردی که این مسئولیت رو از عهده خودت دست بردارین از این بازی ها. تو اینجوری میای مردم رو فکر کردی الان دیگه عقب افتاده های تاریخن که میخواین گول بزنین. آقا مردم رو نمیشه گول زد، شفاف باشین با مردم، باور کنید امتیاز میارید، راستش رو بگید به مردم. آقا شما کی هستی که هی میای میگی ما تیم ما علمی کنیم بل میکنیم سند داریم سند ارائه میدیم، اونها فلانن اونها بهمانن، ما فلان ما بهمان، گفتیم بیارنشون گفتیم بزننشون. آقا ول کن بی پایین با هم بریم، ادا جنرال ها رو در میاری، ما خون دادیم ما فلان، که خب خون دادی دست شما درد نکنه، روحتون روح اونایی که رفتن شاد، اونا خون دادن شما خون ندادی که، چرا این عادت شده از خون دیگران هی میخوان بخورین بهره برداری کنین. این مال این اون یکی هم که دوست شما خیلی دوست داری علاقه داری اونم رفته از عمر به بنیامین گفته بزنن. بله من شما بگو ببینیم چی بوده داستان. بله نه بله گفته پاشه الان همین اشاره من قصد داشتم به خبر آخرین خبر آمریکا بپردازیم یه برنامه، ولی بله آقای فخرآور همینجا کی یادم در این ما یک سال قبل تو برنامه گفتیم، ایشون گفته بود که ویدیوش هم هست تو یوتیوب که در کنفرانس امنیتی پراگ بودیم و بوش پسر پرزیدنت بوش پسر من صدا زد و گفت امیر. بله حالا اینا جرسومه واقعا ایشالاتان میگوید که من نتانیاهو اینام نمیگه یا بعضی من به بنیامین گفتم که حمله کن. و اگر در این برنامه دلیلی که اشاره بکنیم واقعیت اینه که من کاری ندارم ایشون 30-40 هزار نفر دور خودش بیننده تلویزیونی جلب کرده، ولی واقعا هنوز کم و بیش تک توک نه به اندازه گذشته ولی تو رسانه‌های غربی خب یه تایمی میگیره و میاد، حسن جان هفته قبل مصاحبه کرده بود و کشاور کراواتی میزنه، این مهملات میاد با انگلیسی شکسته بسته میگه و
که بله من به نتانیاهو اینو گفتم اینو گفتم بله. اجازه میدی یه دیداری بکنیم از این که بله، به قول جوانمردی یه سندی نشون بدیم بعدن ادامه میدیم مالیشون هم میتونیم پیدا بشیم بله. نشون بدیم بله فعلا مخبر رو گذاشتن ولی اون هم داستانی داره و چقدر زمانش به موقع است من به بنیامین گفته بودم درست به زمان بزنید که موقع کنفرانس ما که میشه چیز باشه درست 10 روز بعد از کنفرانس ما رژیم باید رئیس جمهور جدید برای خودش مشخص بکنه درست 10 روز یعنی ما 18 جون توی لندن کنفرانسمون رو داریم که صحبت از آینده ایرانه و 28 جون 10 روز بعدش انتخابات جدید ریاست جمهوری در ایران خواهد خب بینندگانمون توجه کردید که اصلا به بنیامین گفته بزنید دیگه حالا کاری نداریم البته در قبل چیزای عجیب غریبه یعنی سیستم قبل اونایی که راه رو این لابی رو یاد گرفتن خب ما دیدیم خانم گلبسر خب برای رئیس جمهور فرانسه هم به هر حال یه دیداری کردن بله بله بله. ما کاری نداریم این آقا هم یه دورانی بله اون گروهی که از روزی که ایشون وارد دبی شد و آوردنش تو آمریکا من یادمه که من تو جریان برنامه رادیویی داشتم و حتی اون کسی که ناورده بود باش گفتگو کردیم ولی این شالاتانیز ادامه داره متاسفانه و فقط به نظرم باید دونست آگاه بود اینا اومدن که این بازی رو به هم بزنن ماموریت غیر از این ندارن دقیقا. و مشغول کنن رو... یه مثال دیگه بزنم ایشون در 3 سال پیش بود یعنی زمانی که 1 سال از آقای ترامپ گذشته بود رئیس جمهور شده بود ایشون یک باره یه تابلوی یک تصویری رو نشون داد از آقای ترامپ که یک نواری روی سینه‌اش بود نوشته بود عباس تو جفرسون ایران عباس حالا همون که شما گفتید بله به هر حال ووش گفته بود امیر این گفته بود عباس بعد اینو گذاشته بود باهاش کلی ملت بنده خدا جوونا رو اغفال کرده بود یه عده هم هستن که برای خنده میرن ها نه اینکه فکر کنید علاقه من داره بعد من بلافاصله رفتم گشتم سرچ کردم خیلی ساده پیدا کردم یه مؤسسه بود که این مؤسسه 59 دلار میگرفت و هرچی که شما میخواستین از دمپایی حمام از حوله حمام از مسواک از خودکار از کراوات از نوشتن رو عکس هر جمله شما می‌خواستین رو عکسش می‌نوشت امضا می‌کرد این کمپانی امضا می‌کرد ترامپ و می‌داد 59 دلار و ایشون رفته اون کارو کرده فکر کرده که کسی دیگه نمی‌دونه کسی دیگه پیدا نمی‌کنه این سایتو من اومدم روز بعدش یه چیزی دیگه درست کردم که همین حالتو به منم گفتن که شما لینکلن ایرانی و از این حرفو گذاشتم که اصلا یه اتاق در پارلمان آمریکا هست جان قبلا هم گفتیم و میگیم رد میشیم 200 دلار من کلینینگ کاست میگیرم بابت تمیز کردن بله. در اختیار فعالین سیاسی را میذارم اونجا جلسه میذارم خب میاد میگه که ما امروز در پارلمان آمریکا کنگره نمیدونم جلسه داریم کنفرانس داریم دیدار داریم اینا همه شالاتانیزم همچین چیزایی وجود نداره این اتاق رو در اختیار همه قرار میدن حتی من کنفرانس ایشون رو در این برنامه اشاره کردم سالها قبل در گفته بود در بروکسل کنفرانسی داریم در اتحادیه اروپا یه اتاقی بود درست نمه در توالت اینا اونجا نشسته بودن دوربین اینا گذاشته بودن گفته بود کنفرانس اتحادیه اصلا نوشته بود اونجا بله. از ایشون رد شیم آقای خیلید باشی شما اشاره بله. ترامپ کردیم یه ذره به ترامپ بپردازیم برای اینکه خبر روزه و من مطمئنم بسیاری همونطور که من هفته قبل گفتم یه شکاف عجیبی تو جامعه ایرانه تو جامعه آمریکا می شکاف است در مورد ترامپ هم اتفاقا در جامعه ما شکاف است من همین یکی 2 ساعت اخیر که نتیجه آخرین دادگاه ایشون در بخش اول اعلان شده و ایشون گناهکار شناخته شدن فوری تو فیسبوک دیدم دوستانی تبریک گفتن بسیارانی هم که میدونین آقای ترامپ رو ایرانیا حداقل به خاطر برخوردش با جمهوری اسلامی خیلی دوستش دارن من فکر کنم بخش بزرگی از جامعه ایران دوستش داشته باشه و فکر کنم برای رژیم جمهوری اسلامی هم اگر ایشون رئیس جمهور بشه خبر خیلی خوبی نیست چون حتما رفتار با رفتار آقای بایدن که اجازه فروش 2.5 میلیون بشکه نفت رو به اینا داده فرق خواهد کرد
ولی من یکی دو تا نکته میگم، شما نظر خودتونه بگین. خب یه بخشی هست که در درجه اول میدونم، اون بخش میتونه برای همه با ارزش باشه که میگن تو دموکراسی آمریکا کسی بالای قانون نیست و خب رئیس جمهور آمریکا رو هم میشه در صندلی محکمه نشوند. یه بخش دیگه هست، من قبلا ها یادم با آقای خیرباشی صحبت میکردم اشاره کردم که باور من به عنوان کسی که به سیاست علاقه داره سالهاست، معتقدم که آقای ترامپ خوب بدیش جدا، ولی حزب خودش هم ایشون رو نمیخواست، برای اینکه ایشون از سیاستمداران نمیخوان، یعنی کسی از بیرون بیاد و بزنه ببره. به هر حال آقای ترامپ یه بیزنسمنی بود موفق که اومد و خب اصلا آمریکا رو شوکه کرد وقتی که خانم کلینتون رو شکست داد. اگر شما در مرحله اول انتخابات آمریکا شرط بندی کرده بودین تو همین کازینوهای بلاجیو اینا، در مرحله اول عرض کردم و نه اینکه پایانی، 1 به 649 بلاجیو به شما آدز میداد، برای هر یه دلارتون 649 دلار میگرفتین، یعنی اگه 1000 دلار میبستین 649 هزار دلار گیرتون میمد آقای ترامپ بشه رئیس جمهور آمریکا. ولی شد. منتها دو تا حزب حسن جان آنچنان فقط. که حزب جمهوری خواب باید از ترامپ حمایت کنه نکرد. ببخشید کی گفت ترامپ میشه رئیس جمهور؟ شما بله، شما معتقد میشه برحال برخلاف آمارها باورها بودی آدمی که اصلا سیاست مدار نبود و بیاد یک کسی، خانم کلینتون بالاخره پشتوانه قوی داشت، علاوه بر خودش وزیر خارجه بود، زن رئیس جمهور آمریکا دو دور بود، خیلی چیزایی اصلا غیر قابل باور بود. ولی شد. ولی بعدها که رئیس جمهور شد، حزب تا به امروز هم من اعتقاد دارم شما 4 تا نوشته که پشت آقای ترامپ باشه از جمهوری خواهان نمیبینین، یعنی حزبش هم گیر کرده. ایشون یه محبوبیتی داره، چند درصد، 50%، 50 چند، هر چی، او رو واقعا دوستش میدارن. هیچ چیزی رأی آمارایی هم چند روزه گرفتن، قبل از اصلا این رأی بیاد گفته بودن که اگر ایشون مثلا محکوم بشه آیا شما باز بهش رأی میدین، تقریبا با قاطعیت بالای 90% گفته بودن ما به او رأی میدیم، یعنی اصلا تأثیری در رأی ما نداره که چی بشه، برای اینکه اینا بازی سیاستمدار است. حالا میتونه بازی سیاستمدار باشه، ولی من یه چیز رو، یه اصل رو میگم و تموم میکنم. دو تا حزب نمیخوان یه کسی از بدعت ادامه دار بشه. بله. فردا یه کسی استاد دانشگاه هاروارد بیاد بگه استاد هاروارد هم تحصیلات عالیه دارم، بیاد خودشو کاندید کنه ببره. این سیاستمدارا میگن ما از پایین شروع میکنیم و ما خاک این صحنه رو خوردیم و این بله. شغل تو مال کنگره ماست. و اینور و اونور به امید این کسی روزی رو نمیخوان تو خودشون، یا این خالی از اینکه آقای ترامپ خوبه یا بده، حالا شما نقطه نظر خودتون رو حتما میشنوید. نه دقیقاً درسته و منتها چیزی که هست، من بحثی رو که مطرح کردم خیلی روشنه که بیش از اون چیزی که باید در مورد ایشون سخت گیری میکنن در دنباله اشاره بهمن جان، چون نمیخوان، واقعا نمیخوان یک کسی از بیرون بیاد و بزنه و ببره، بهمن اشاره کرد. اما این وسط یه مقداری وقتی زیاده روی میشه، یواش یواش مردم متوجه میشن که آقا دارن فشار بیخودی میارن، محبوبیت میره بالا. مثلا شما نگاه کنید، من واقعیت امروز در رادیو هم بهمن جان مطرح کردم، یک آدمی هنرپیشه بسیار خوب، من دوست دارم، اسکار گرفته چند تا و یه جایگاهی داره، اما ایشون در مسئله سیاسی رفتارش درست نبود و به خودش صدمه زد، به خودش لطمه زد، به دلیل اینکه اگر مارلون براندو برای دریافت جایزه اسکارش نیامد و یک دختر سرخپوست رو فرستاد، اون در تاریخ سینما یه حرکت ثابتی شد و ماندگار. اما آقای رابرت دونیرو، شما میای جلو دوربین مثل چاله میدونیا میگی اگر ببینم با مش میزنم تو دهنش، خب این پسندیده نیست برای شما، جایگاه شما. و اون وقت امروز واقعیت قضیه این است که من شنیدم بهمن جان آمده ایشون یه حرفایی میزنه که فالگیری، فالبینیه، نشون میده از سیاست ایشون هیچی سرش نمیشه، یعنی تنها مثالی که من میتونم بزنم مثل داریوش ارجمند میمونه، اینم برای اینکه فالگیری، میگه این بره توی کاخ سفید دیگه بیرون نمیاد. فل آقای محترم 240 سال این آمریکا با این قانون اساسیش داره میره جلو، اگر قرار بود که قانون اساسیش رو یه نفر بیاد عوض بکنه، طبیعتا جلوتر خیلی ها بودن، زرنگتر از ترامپ و قویتر از ترامپ و اینا میمدن قانون اساسی رو عوض میکردن.
یه مقداری آدما جایگاه خودشون رو هم از دست میدن. حالا که اشاره توضیح کوتاهی هم بدم، ممکنه برای بعضی سوال پیش بیاد که کسی که فلان میگن محکوم میشه دیگه نمیتونه رئیس جمهور آمریکا بشه. بله این درسته، ولی مسئله اینه که اولا در یه ماه آینده آقای ترامپ مناظره با آقای بایدن خواهند داشت، 11 جولای قرار قاضی تعیین جرم اینا بکنه، که مثلا البته این کیس های اینطوری چون جرائم به هر حال جنایت نبوده معمولا زندان اینا نداره، ولی حالا بعد از اون اینا تقاضای فرجام میکنن، تا تقاضای فرجام میفته به دادگاه 5-6 ماه عقب میشه به انتخابات آمریکا انجام شده، در نتیجه در رئیس جمهور شدن یا نشدن ایشون تأثیری نداره. گرچه به قول شما چرد ببینید ما واقعا این دوره رو نمیشه با قاطعیت گفت که چه خواهد شد، تا روزی که انتخابات ببینیم که این دو نفر کنار هم هستن یا نه اونو نمیشه با قاطعیت گفت، ولی تأثیری نمیذاره. البته ایشون رئیس جمهور شد، میگویند که میتونه دادستان کل آمریکا رو خودش برای کسی میذاره انتخاب اون موقع، چون این کیساش عقب خواهد افتاد. ایشون 91 کیس بر علی آقای ترامپ هست که 7 تاش میتونه محکوم بشه فلان باشه و زندان هم داره، ولی اون دادستان میگن میاد میبخشه اینو، یعنی اصلا این کیسا رو دیسمیس میکنه. در نتیجه فعلا اتفاقی برای کسانی که علاقمندن ایشون رئیس جمهور آمریکا بشه فرقی نمیکنه، مگر اینکه حزب پشت پرده چیزی به هر حال بخواد یا نخواد. خانم نیکی هیلی رو هم میدونین آوردن یه جورایی با از ایشون در دوره مقدماتی انتقاد زیاد کرد، ولی دوباره دو هفته قبل گفت من با ایشون اختلاف زیاد دارم، ولی ترامپ کجا و بایدن کجاست؟ یعنی یه جایی برای خودش گذاشت. حالا اشاره کردید آقای رابرت دونیرو هم اومده جزء حرفاش میگفت من به همین دلیل که این بره اون تو بر نمیگرده به بایدن رای میدم. خود دموکرات ها الان گرفتاریشون اینی که ناراحتن از دست بایدن. میدونید از این نظر من میگم این به خاطر طرفیت و اینو بخوا اونو بخوا نیستش. من به عنوان یه آدمی که به هر حال وظیفه خودم میدونم جلو دوربین واقعیت ها رو بگم، آقای بایدن الان در بین خود دموکرات ها اونطور که باید شاید طرفدار نداره، و ایشون آمده مردم رو داره تشویق میکنه بیان به آقای بایدن رای بده. حالا بگذاریم دیگه، ولی بریم نگذاریم چون راجب ارجمند اشاره کردین، من حیفم میاد که واقعا یه آدمی که خب تو بازیگری بسیار در فیلم های کارگردان های برجسته ما ایشون بازی کرده، یه دانشگاهی دیده، لیسانسکی داره، ولی میتونه طرفدار هر کسی هم باشه، از اینجا مثلا کاری با اونش ندارم. این جملات این طرف رو شما چی آدم باید واقعا من نمیم طبق این که آقای رئیسی آسیا رو تو این دستش داره و یه آدمی که بابا دیگه سواد و حرف زد همه چی اینو دیگه برای حتی طرفدارای خود این آقای انتظار بعد آقای ارجمند بیاد. آخر من نمیدونم این چاپلوسی، این نمیدونم مالکشی، آخه تا کجاست؟ بله. ایشون آسیا رو تو این دستش داشت، آمریکا و اروپا رو هم با اون دست با خودش همراه کرد، اصلا ایران همچین چیزی به خود نخواهد دید. ببین یه آدمی که قتل خودش پنهان نکرده که آقا قتل 3000 تا جوان رو به خاطری که 20 سال 22 سال 25 سال اصلا به غلط، ما میگیم به غلط، سمپات تو 20 سالگی یکی سمپات مجاهدین بوده یا فدایان خلق یا هر چی بوده، سر موزه بود، زنداناشون هم خیلی هاشون تموم شده بود، قرار بود امروز فردا آزاد بشن، آخه خجالت نمیکشن؟ من نمیدونم که این آقا میاد این حرفو میزنه. این چند روزه مسئله دیگه هم هست، ببخشید حسن جان، ایرانی ها خیلی من در فضای مجازی میبینم که تمام چشما رو رفعه. من اتفاقاتی رو که در اون منطقه میفته شما میادم هفته قبل صحبت کردید، من معتقدم که به هر حال یه جایی اسرائیل تندروی کرده، نباید این کارو میکرد. یعنی اون اتفاقی که تروریستای حماس کردن روز اول، جهان با آقای نتانیاهو بود، شک یعنی اسرائیل بود، ولی این زیاده روی کرد، اون جایگاه رو از دست داد. حالا ما بسیار برای کسانی که کشته شدن اونجا آدم نمیتونه پنهان کنه، ولی من برای این کسانی که ایرانیانی که اگر اینقدر شرف داشته باشن، محال آدم از رفع حرف بزنه، ولی از حکومتی که چشم دختران خودش رو در وسط خیابون روز روشن کور کرد، نابینا کرد، این بیشرف ها یک کلمه حرف نمیزنن، هستن تو رسانه هم هستن صبح تا شون، مثل همین بارها هم گفتیم سجادی ها و دیگران خزلی ها حضور دارن،
ببینید شما اشاره کردید چون نقطه نذاشتی رفتی، من برمیگردم سر این آقا که گفتید که ایشون دانشگاه دیده است. من بارها گفتم که مدرک و دانشگاه شعور نمیاره. شعور یه چیز دیگه است، علم و دانش و مدرک یه چیز دیگه است. متاسفانه اینجا بعضی وقتا وجدانم برمیخوریم به اینی که یه عده‌ای مدرک دارن اما شعور ندارن. این مال این بخش. در مورد رفک که صحبت کردید و چه درست گفتی به من جان، این همه الان صحبت داره میشه راجع به رفح و نظرها به طرف فلسطین هست، نمیدونم هوش مصنوعی آمده 4 میلیون فلان کرده بهمان کرده. اولا ما ناراحتیم، کشت و کشتار رو رد میکنیم، نمیپذیریم، اما همه این تشنجا و همه این ناراحتی ها و اضطراب ها و هیجانات و همه اینا رو بزنین کنار، آمار دروغ این وسط هست. حضورتون عرض کنم که یه سری جلب نظر و اینی که مظلوم نشون دادن اینا همه در کار هست، اما کشت و کشتارم بد، زشته، اصلا جنگ زشته. ولی به قول بهمن چطور میشه که شما همه تون فلسطین رو میبینید، رفح رو میبینید، همه اتفاقات رو میبینید، اما کورید در برابر ایرانتون، کورید در برابر جنایت هایی که داره میشه، کور شدید در برابر اون رئیس جمهوری که این همه قتل امضا کرده. بعد اگر کسی بخواد بیاد، احیانا من و ایشون این کار رو نکردیم ولی دیدیم دیگرانی که کردن، چرا ازشون ایراد میگیرید؟ خانواده های داغدار زورشون نرسیده رفتن، و اون کسی که میاد میگه 90، اون گاوی که میاد میگه 94% در این ماتم شرکت کرده بودن، غلط زیادی کرد. 58% آمار فروش شیرینی رفته بالا در یک هفته بعد از 6 سال رکود بازار شیرینی. حالا اگر گفته بودن که 58% حلوا فروشش رفته بود بالا، میگفتیم بله، ولی شیرینی رفته بالا. چرا میخواین مردم رو احمق فرض بکنید؟ چرا مردم رو نفهم فرض میکنید؟ نفهم خودتونین، نفهم شماین، شماین که دارید از این که مردم رو به زور به قتل و جنایت هم که شده سرکوب میکنید که بتونید 4 روز بیشتر دوام بیارید، 4 روز بیشتر مفخوری کنید. الان همه تشناتون از آسمون افتاده، از بام افتاده، خجالت بکشید. شما بگو تا من میخوام دنبال این به این آقایون سجادی و نمیدونم خزعلی و اینا هم باید بپردازم. حتما بپردازی. ولی همین چند روزه من مشکلی که یا گله‌ای که از سازمان ها انجمن ها بر سیاست مدارای ایرانی دارم، حسن جان، ما این به موقع اون باید اون کمپینایی که بکنیم نمی کنیم. درست سالن سازمان ملل خالی بود، برای آقای رئیسی میدونی یه سکوت اعلان کردن، نمیدونم دیروزم برایش که یادبودی گرفتن که 90% سالن رو ترک کردن. ما از سازمان ملل انتظار نداریم، یعنی باید داشته باشیم. سازمان ملل دقیقا میدونه که این آقا متهم است به جنایت بر علیه بشریت، میدونه خود این آقا چیزی نیست که بنده آقای خط باشه بریم ثابت کنیم یا کسی دیگه. آقا خودش میگه من به اتفاق 2 نفر دیگه بله 3000 نفر رو امضا کردیم، 10 نوار رو کاسد است که آقای منتظری هم تایید میکنن، آیت الله منتظری. پس سازمان ملل، ما با این نیرویی که خارج از کشور داریم حسن جان، حداقل یه کمپین، این کمپین های 1 میلیون امضا اینا تو غرب باور بکنید بینندگان عزیز، اینا با ارزشه. ولی خب خیلی هم پا جلو نمیذارن برای اینکه حسن جان میترسن این کمپین را بندازن، اون امضایی که نیاز دارن هم میگیم 7-8 میلیونیم، ولی امضای ساده تو اینترنتی رو نریم امضا کنیم. ولی اگر ما این کارا رو بتونیم زیربنای انجام بدیم، این تاثیر داره تو غرب که ما یه ببینن که کمپینی رو افتاده 1 میلیون امضا، که میگن آقا شما آخه سازمان ملل تو برای یه اهداف دیگری به وجود اومدی، نه اینکه از یه قاتل که خودش گفته قاتلم، خودش گفته من امضا کردم، بزرگداشت بگیری و ما خارج از کشور نتونستیم برای این کارا کاری بکنیم. اصلا جان بهمن جان، من معذرت میخوام، این تقصیر 100% خودمونه، تقصیر خودمونه و هیچ کسم نباید مؤاخذه بشه. اون کسی که میخواد بهره برداری بکنه میکنه، چرا که نه. ما هستیم که اون اجازه، اون جواز رو میدیم که اون بهره برداری بکنه. آقای بهمن خان عزیز،
لابیستای جمهوری اسلامی انواع و اقسام دارن فعالیت میکنن، در تمام کشورهای اروپایی و آمریکا دارن فعالیت میکنن، هر چی که جمهوری اسلامی میخواد اینا میرن زیر گوش این سناتورا و ببخشید زیر گوش هر کسی که بدونن صلاحیت داره براش زمزمه میکنن و اونا رو میگن که مردم اینو میخوان، اونا هم بر اساس این خواسته ها عمل میکنن. وقتی که میان به دروغ این فیلمایی رو که بر میدارن فشرده تصویر رو میگیرن و میان میگن میلیونی، گفت چند میلیون؟ 12 میلیون جمعیت آمده در تهران که همچین چیزی دروغ محضه، دروغ محضه که نمیشه تو اون مسافت و تو اون متراژ و اینا 12 میلیون جا نمیگیره. این یک، من میخوام اینو بگم، تازه ما به غربی هستن جان، اینو ببخشید بس رفت، چند میلیون بگین که اینا چند میلیون طرفدار دارن. من میخوام تایید در شما، من میخوام اینو تمومش بکنم و اون این است که بهمن جان عزیز، اینا اگر که من میگم تقصیر خودمونه به این دلیله، ما اگر کسی پیدا شده که اون توانایی رو داشته با مقامات مختلف در ارتباط باشه، حرفهای اپوزیسیون رو، حرفهای مخالفین رو به گوش دیگران برسونه، به گوش زمامداران کشورهای دیگه برسونه، اون آدم رو ما آمدیم له و لورده کنیم، از هر گروهی هستیم آمدیم فقط به فقط حمله کردیم، حمله کردیم، حمله کردیم و نذاشت اون وقت میشینیم قنبرک میسازیم که چرا اینا این کار کردن، چرا اون کار کردن. ما خودمون تقصیر داریم. شما نگاه کنید تمام اینایی که الان دارن به یه خانواده میپرن، اینها همشون کسانی هستن که مخالف جمهوری اسلامی هستن. خیلی جالبه، خیلی جالبه، اینا مخالف جمهوری اسلامی هستن. اما امروز از زمانی که جمهوری اسلامی بعد از خیزش انقلابی شروع کرده به نسق گیری، شروع کرده به نفس گرفتن، اینا اصلا مسئله سرنگونی و نمیدونم این قضایی اصلا رفته. اگر حرفی هم میزنن یه سری چیزای جزئیه که فقط بگن آقا این مشکل مملکت ماست، حکومت اشکالی نداره، مشکل اینه. اینو قبول داری که تقصیر خودمونه؟ بله درسته. نه بعدم اینکه اصلا این طرفه که دائم ما این برای قضیه رو نمیبینیم، مقابل این آقایان خزلی ها وایسن که به دروغ میان یه فیلم میری با قلهای خط باشی میگیرن نشون میدن. اصلا من میگم تهران بوده 1 میلیون. ما که نگفتیم رژیم طرفدار نداره، ما همیشه گفتیم به بابا به هر حال ما مرکز آمارگیری مستقلی خودمون نداریم، ولی بدون شک رژیم تو مایه 10%، خیلی اگه بخوام خوشبین باشیم 15% میتونیم بگیم طرفدار داره. خب این میشه به تب 13-14 میلیون در کشور 90 میلیونی، ولی میدونیم که 75 میلیون با قاطعیت اختلاف نظر ندارن، این رژیم رو نمیخوان، خواهان حالا هر لغتی بکنن، براندازی هست. این 10-12 میلیون خب میاره رو صحنه با زور میاره، طرف میترسه یارانش قطع شه، طرف اصلا منافع داره در این رژیم. اینا در صحنه حضور دارن. اشتباهی که در دوران انقلاب، خب اینو یه بار من شنیدم، مثل که شعبانو گفتن که قبول کردن اشتباه کردن، طرفداران آقای خمینی اون موقع هم کشور 35 میلیون بود، 35 میلیون تو خیابان ایران نیومدن، بله تو 3 شهر ایران 1 میلیون اومدن، ولی 25 میلیون اصلا انقلاب ممکنه نمیخواستن، ولی متاسفانه خیلی ها نشستیم خونه خاموش بود، نیومدیم خانه نشستیم، همه اینا 2-3 میلیون آدم آوردن گفتن تمام ایران مبارزا شاه رو نمیخواد و حکومت باید. الان همون داستان داره به نوع اینا، منتها اینا باهوشن، اینا یاد گرفتن. بله. که از رژیم شاه برای خودشون تجربه انداختن که اینا ما این 7 8 میلیون رو تو صحنه نداشته باشیم، طرفداران خودشون هم در ذهن میترسونن حتما تو جلسات کنفرانس ها که اگه ما سقوط کنیم همتون اله و بله، این خودشون میدونن چه بلایی سر خیلی آوردن اون با اون اعدام هاشون با اون کشتار هاشون، حالا اینا دیگه خب به تب تو صحنه اینا رو دارن، اینا رو میبرن به خبرنگارهای خارجی. من خودم به خبرنگار نیویورک تایمز آقای استیون کینزر سالها قبل گفتم این از وزارت ارشاد برای ایشون حسن جان راهنما میذاشتن، ایشون سفر میکرد اومد، من گفت که بهمن واقعا من رفتم دیدم اینی که شماها میگین درست نیست، این جمعیتی که میگین رژیم خیلی بیشتر از اینا طرفدار داره. گفتم خب تو کجا دیدی؟ گفت تو جا فیلم برداری کردی، من بردن اینجا صف 3 مایل بود. گفتم خب چه جوری تو رفتی اونجا؟ گفت تو راهنماهای من، مترجمای من بردن. گفتم اونا رو کی برای تو انتخاب کرده بود؟ گفت وزارت ارشاد. گفتم خب معلومه وزارت ارشاد، قبلا تو خبرنگار ارشد نیویورک تایمزی،
شوخ اون موقع ها واقعا اینا برد داشتن. یکی از خبرنگارهایی بود که بسیار در زمینه مسائل ایران حرف داشت، خانم ایلین شلین و آقای استیون کینزر می نوشتن و خب اینا رو بردین، تو رو بردن درست سر جا آوردن، شما اومدی تحت تاثیر اینا. چون من خودم اون موقع اصلا با ایشون خیلی نزدیک بودم، گفتم خدایا مطلب نوشته فرستاده که مطلب میخوام پس فردا چاپ کنم، مثلا بخون نظر چیه. من میدونم این از کاملا دفاع از رژیمه، صحبت خصوصی میدونم استیون کینزر قبول به اون صورت طرفدار رژیم اصلا نبود، ایشون مصدقی آمریکایی که مصدقی بود یادت یعنی بعد از با هم دیگه و انقدر تابلو مصدق به ایشون کادو دادن که یک تا از تابلوهاشو به من کادو داده. ولی خب بعد فسنجونی خوردیم با. آره بعد از اون دیگه فکرش کاملا عوض شد. عجیبه یه خبرنگار ارشد آمریکایی گفت من اینجاشو فکرش نکرده بودم که این بچه‌ها، چون این آمریکایی‌ها خیلی رو آنستی و اینا، حسن جان باور نمی‌کرد اون جوونی که وزارت ارشاد این رژیم به دست سوخته برمی‌داره آدمای خودش می‌ذاره، قبلا هم میگه ببر اونجا، گفتم اونجا جمعیت بیارن بذار این فیلم بگیره عکس بگیره نیویورک تایمز آقا زندانبانا رو برمی‌داره لباس زندانی می‌پوشن می‌ذارن اونجا نماینده ها این کارا رو رژیم کرد دیگه و ماها در مقابلش نتونسته اون کارو خودمون انجام بدیم. ایراد ماهی از اونها ایراد گرفتیم، نایاک چه این کارو می‌کنه؟ خب نایاک کارش رو درست می‌کنه، ما باید اون وظیفه‌شه. آقای خزلی نه یکی چیه سجادی نه تو میگه من روزنامه نگارم، من نمیدونم نوشتن در خارج از کشور که من ایشون رو روزنامه نگار نمیشناسم. ای چهار تا مقاله تو رسانه‌های ایران نوشته، آخه مگه چقدر میدن تو رسانه‌های ایران که شما دو تا آرتیکل بنویسی تو آریزونا زندگی کنی، هی بری هر سه ماه یه رفت سفر ایران فقط 5000 دلار هر رفت بر هر دو ماه ایروشون میگی من میرم که مطلب چیز داره گزارش درست کنم. نه ایشون ماموریت داره که رژیم رو اینور آپا به قول شما اون دفعه گفتین یه مطلب ازش پیدا کرده بودین که من حساب همه رو میرسم، یه جمله اینطوری همین بوده ماموریتش رو داره انجام میده. خدمت شما عرض کنم که به من جان بینندگان نازنین، اول که سابسکرایب یادتون نره وسط صحبت ما شروع حسینی نگیرتتون اصلا یادتون بره اینو بزنید حتما. دوم این که توجه، وقتی که من میگم مقصر خودمون هستیم، یکیش همین سجادی. شما ببینید این آدمی که واقعا 10 جمله که میگه تو این 10 جمله باور کنید 9.5 حرفش دروغه، 9.5 حرفش برعکس اون چیزیست که اتفاق افتاده، فقط به فقط کاسلیس نمیدونم رژیمه. حالا من نمیخوام بیشتر از این چیزی بگم. این آدم من نمیدونم چه بلایی به سرش آوردن در کودکی که اینقدر وقیح و پر روه، اینقدر وقیح و پر رو به معنای واقعی دارم میگم. و اون وقت به خاطر اینکه یه عده عصبی میشن از دست این و میخوان ببینن چه غلطی میکنه شدن بینندش، و یه سری از رسانه های وابسته و غیر وابسته گول خورده اینا مسابقه گذاشتن در دعوت کردن از این جرسومه فساد، و اینم تون تون میره و انقدرم بازارش گرمه که آدرس خودشو میذاره که اگر تو هر تلویزیون رفته اگر منافعی میخواد یوتیوب پرداخت بکنه به این پرداخت تا زون زیرم مینویسه پیپل یادتون نره و مو یادتون نره و در حساب بانکشو در بانک ایران. بله اینا همه رو مینویسه. خدمت شما عرض کنم که ما نداریم، ما چیکار میکنیم؟ ما اگر یه نمیدونم بهمن فتحی هم بیاد بشینه با یه آدمی بغل دستش بشینن 4 کلمه بخوان حرف بزنن، از مامورای خود اونا اون وقت شروع میکنن که ایراد گرفتن و حرف زدن، آی وای داد بیداد. بعد یکیشون رو دیدم که مغزشو پرت که پن کرده بود توی سایت که مثلا بخواد دشمنیشو نشون بده. این مشکله، ما تقصیر خودمونه. اما اگر که من و بهمن شروع کردیم به یک حرکتی به عنوان درحاشیه، تا اونجا که امکان داشته باشه این حرکت رو پیش میبریم، دلمون میخواد حتی شده یک سر سوزن بتونیم مؤثر باقی بشیم و تلاش خودمون رو میکنیم. شما هم اگر همراهی بکنید، اگر هوای ما رو داشته باشید چه بهتر، اگر هم نداشته باشین بعد از یه مدتی آدم حساب میکنه که زحمت بیهوده داره میکشه، مزاحم مردم هم نباید بشه، خب خداحافظی میکنیم، میریم بازنشسته میشیم، یه کار دیگه میکن، میریم مثلا فرض کن رستوران با میکن. نه بله
خب راجب خزعلی هم شما میخواستی یه چیزی بگی؟ حالا خزعلی بموند، من میگم یه نگاه کلی ببینین این داستان فوت آقای رئیسی که ما همین ویکند هم دوباره اینجا خب یه مراسمی هست که من ضرورتاً معتقدم که کاش آقای رئیسی یا نمیمرد یا کشته نمیشه، هرچی هر اتفاقی افتاده کاری باید ندارم و یه روزی بر صندلی محکمه مینشوندنش که آقا پاسخ بده که یه پسر 23-24 ساله رو میان میکنن دادستان و این. ولی این برنامه های جشن و شادی که خب راه افتاده برای ایرانی ها خوشحالم بر طریقی، خب بعضیا معتقدن که این جشن و شادی، چون بعضیا معتقد به توری توتن که کشته شده و من بحث جالب از آقای مصداقی شنیدم، گفت اگه کشته شده شما نباید خوشحالی بکنین، بدون دستور خامنه‌ای که نبوده، یعنی شما وقتی خوشحالی میکنین خامنه‌ای رو دارین خوشحال میکنین، به نوعی دارین جشن میگیرین موفقیت او رو، اگرم که کشته نشده خب یه بحث دیگه است. ولی خب دیدیم که بعد این اتفاقا که باز این در جهت اینی که ما در این زمینه باید کار کنیم، ما هم در لندن دیدیم چیکار کردن اینا. بله که خب البته این بچه ها اومدن در روبروی اونا، میخواستن برای ایشان یاد بود بگیرن برای آقای و این بر اعتراض کردن. حالا من نمیدونم چارچوبه که به پلیس لندن چجوری کار میکنه، این همین در مریلند هم شد بغل گوش ما که امروز دیدم که این جرثومه رو که اسمشان نوشته بودم آقای چی بود اسمش؟ رمضان یه همچین اسمی داره، رمضان سلطان محمدی، و این احتمالاً اون کاری که میکرد اینطوری، این حرکت رو دیدین که این آمریکا جرمه، بدون شک جرمه، یعنی اگر البته من خوندم که در مریلند آقای سیامک آرامینا مثل که یک کیسی در دادگاه که اگر این کاری کردن این همین وظیفه ایست که ما صحبت میکنیم باید انجام بدن، که تو آمریکا تو وسط خیابون اینطوری تهدید به سرتی میبرن بکنی. البته ایشون به نظر من این جرأت رو پیدا کرده، احتمالا ویزای دیپلماتیک داره، چون امروز عکسش پیدا شد که سازمان ملل داره دست میده با این همین آقایی که یاد بود گرفته برای، ولی حداقل اگه ما ایرانی ها دور هم باز در این زمینه قدم مثبت بردارن، حسن جان میتونم وزارت خارجه آمریکا رو وادار کنن که ایشون اخراج کنه در از، چون دیپلمات ها میدونین ایمیونیتی دارن، نمیشه گرفت، فقط اخراج میکنن اینا رو، حداقل این اخراجش سمبولیک میتونه برای ما این ور آبیا یه دستاوردی باشه. من امیدوارم این کار انجام بدن، امیدوارم از ایرانی ها کمک بخوان، کمک های این امضاها اینا هرچی هست نذاریم اینا اینطوری، نه اصلا کمپین درست بکنیم، پررو شدن طرف های ما واقعا، بله اینا کمپین درست بکنیم تو خود این فضای مجازی، بیاین دست بالا کنین، کمپین درست بکنین، تعداد این آرایی که اونجا ثبت میشه اینو میشه اون وقت ارائه داد، خیلی راحت، خیلی راحت، نامه نگاری اونا نمیخواد بکنین و واقعیت این وظیفه ما هاست. باور کنید اینا با لابیستاشون 45 ساله با اون آقای تریتا پارسی و امثال هم کسانی که دارن همینجوری میرن و خواسته های جمهوری اسلامی رو به عنوان خواسته های مردم اونجا مطرح میکنن و موفق هم شدن، ما نمیتونیم همینطوری خط قرمز بکشیم، موفق شدن. شما میبینید بی خودی نیست که دفعه سازمان ملل میاد یک دقیقه سکوت میکنه برای یک کمچین اتفاقی افتاده، البته برای کشته شدگان اعتراض همش سکوت کرد، حالا باز برای این یه دقیقه سکوت کرد. به هر تقدیر امیدوارم طنزشو گرفته باشید، باز یکی بر نداره بنویسی که چی بود ماجرا، غلط املایی از من بگیرن. حضور شما عرض کنم که میایم سراغ موجودی به نام خزعلی. بله. این هم از اونهایی هست که باز از بس اراجیف میگه برای خنده میرن سراغش و این کنتوره میره بالا، کنتوره همینجوری میره بالا و خب طبیعتا وقتی کنتور رفت بالا آخه چون دلیل دیگه میزون کنتور نداره، چون شما کامنت ها رو میبینید میبینید 2000 نفر فوش دادن به اون، ولی هفته ای وقتی سه بار میبینید تو کانال یک حضور داره، در نتیجه من نمیدونم به جز کنتور دلیل دیگری برای حضور این جرثومه امروز چک مهمه، فوش مهم نیست. امروز هم دوباره تو اینترنشنال بود اون مظاهرات دیدین که طرف سوال ورشی میکنه برمیگرده به امام صادق که میگه نمیدونم هر چی که در مورد هر مطلبی صحبت میشه این یا پیغمبر اینو گفته یا امام صادق اونو گفته، اون وقت توضیحات دروغ و غلط میده، نمیدونم راجب حافظ دروغ میگه، اون چیزی که حافظ منظورش بوده این برعکس میچسبونه اصلا به قرآن، اصلا این موجود
کارش این شد و فقط میاد اون وقت اگر شما حرف واقعی بزنی از اون لبخندای شطوری میزنه و متاسفانه لبخند شطوری سرایت هم پیدا کرده و سرایت کرده متاسفانه اثر گذاشته روی بعضی از دوستان. و هر تقدیر مشکلات ما یکی دوتا نیست قربونتون برم و این آقای جوانمردی رو هم صحبت کردیم که یه مقداری اگر که احیانا آقای جوانمردی مصاحبه میخوای بکنی هر کاری میخوای بکنی آزادی، هیچ کس حق نداره به شما بگه چرا حرف زدی، اما حرفو اگر نابجا بزنی طبیعتا هستن کسانی که پاسخ بدن به شما و مثل شما سند و مدرک رو بکنن که اگر شما رو نمی کنید اون آدما رو میکنن. این یکی. ما گفتیم که دیگه بهمن جان با اجازه شما گفتیم دیگه به شهرام همایون و کانال یک و اینا ما کاری نخواهیم داشت، نه به دلیل اینی که اصلا قضیه رو بذاریم، اگر در مورد جامعه ایران ملت ایران یک لغزش های ما ببینیم با اجازتون صحبت میکنیم. بله، نه هر هفته اون دوستان که کامنت هایی میدن نداریم. دشمنی نداریم، کارمون رو انجام میدیم. وظیفه ما این هست که اون چیزایی رو که میبینیم راجبش صحبت بکنیم. به هر حال این تذکرم دادم که امیدوارم یواش یواش هممون اگر ما هم اشکالی داریم این رو با کمال میل میپذیریم و اینو تذکر بدید. امیدوارم یه روزی برسه هممون دست از لغزش برداریم و انقدر به مادیات و این قضایا فکر نکنیم. البته بالاخره مرگ آقای رئیسی برای آقای همایون خوب شد که گزارش مالی کماکان کادیز رو کسایی که دلشون میخواد ببینن این پول از کجا اومد و کسایی که در اینترنت اعلان کردن و خواستن که ایشون بیاد بگه که حتی متهم شدن به سپاه، به هر پاسخی داد ندادن. ولی من یه جمله یادم افتاد که اتفاقا تو همین کانال یک راجع به رئیسی، خب این چند روزه انتخابات ریاست جمهوری ایرانه، این که کی رئیس جمهور ایران بشه که اصلا معنی نداره واقعا. کاش خود آقای خامنه‌ای انتخاب کنن کسی رو بذارن سر همون ریاست جمهوری، انتخاباتی که خودشون میگن آخرین بار 8% شرکت کردن. این افراد که اصلا یه بازیچه دیگه و بهترین پاپت هم از رئیسی مطیع ترین پاپت بوده که فعلا دلیلی نیست که ایشون رو ضرورتا کشته باشن، مگر اون انتخاب بعدی که اون میتونه یه مقدار تئوری توطئه رو پررنگ یا کم رنگ تر بکنه. خب اینا منتها جمهوری اسلامی دوباره همیشه کارش این بوده، ما عکس العمل نشون دادیم، اونا هی برنامه پیش اومده، یه ماه هم تا 28 انتخاباته، الان 4 روز آینده ثبت نام میکنن، هی حدس میزنن این رئیس جمهور میشه اون رئیس جمهور میشه، نمیدونم آقای قالیباف میشود یا نمیدونم مخبر به خاطر منافع ملی با آقای فتاح، این دوتا کاندید نمیکنن خودشونو، یا یه چهرهایی که اگر بیان وسط من خیلی برحال ممکنه تغییر بده. منتها من خب راجع به افرادی ما تو خارج از کشور بارها خود منم صحبت کردم، آقای خیاط باشی هم. من امروز صبح اگر ما معتقدیم که این حکومت لیاقت اداره ایران رو نداشته، ایران رو نابود کرده و تنها راه نجات این سرزمین براندازی کامل این حکومته، اگر ما به این باور داریم دیگه حرفایی که آقای منظرپور میاد میزنه که اگر آقای اسحاق جهانگیری کاندید شدن و برای این و صلاحیتشون رد نشد، خب این یک پیشرفتیه مثل داستان خروشچف بعد از استالین میمونه. صحیح. و این مقایسه رو که دارن میکنن اینجاست که ما من بارها معتقد بودم که نهایتا اینا یه جورایی انگار که مستقیم غیر مستقیم از جمهوری اسلامی جون تو جونشون کنن، به هر حال با جمهوری اسلامی هن یه جورایی، حالا یا اصلاح طلبن یا یه وابستگی هایی دارن. آقای جهانگیری خودش تو این رژیم چه کرد؟ گرچه ایشون فقط به قول حسن جان به درستی گفت تحصیل که چیزی رو تایید، ایشون فارغ التحصیل دانشگاه آریامر زمان شاه بوده که موقع آریامر در اوجش بود، جز دانشگاه های برجسته جهان بود، ایشون فارغ التحصیل اون دانشگاه است، ولی خب کارنامه چی؟ مغز چی؟ آقای دکتر صالحی هم این دو روزه صحبتش شده که برنامه هم استنفورد برکلی تحصیل کردن برگردونن. البته خب ظاهرا نسبت به آقای رئیسی قابل مقایسه نیستن، بسیار آبرومندترن، انگلیسی خوب صحبت میکنن، ولی نهایتا چی؟ نهایتا میخواد همون جمهوری این رژیم و نکبت رو نگه دارن. بله، من در مورد مخبر که گفتید که به نفع ملت ایران کنار کشیده
این رو بهش منافع گفتن ملی. منافع بله، ملی بله، اینو حتما بهش گفتن، چون آخل آستوریا در کتاب رئیس جمهور میگه که یکی از مقامات آمد به رئیس جمهور گفتش که فلان کس یه جوریه که کاری از دستش بر نمیاد، اون وقت نمیتونیم بر کنارش هم بکنیم. گفتش که به طرف میگه که عاقبت به خیرش کنیم، یعنی همینجوری هلیکوپترش بیفته. بله. بعد اصلا قهرمانش ادامه میده که اگر قهرمان بمونه بهتر از این که به عنوان ناتوان بله. مطرح بشه. این خیلی جمله جالبیه. اون مورد رئیسی خیلی درسته. بله، این خیلی به هر حال جمله جالبیه که گفتم در این برنامه بگیم. اما یه اشاره‌ای هم بکنم به تلویزیون‌های مختلف که ولی اینو یادم نرفت، ولی اینکه منظرپورها بیان تعیین صلاحیت آقای جهانگیری رو بگن که یه قدم چیزه، من اینو نمی‌پذیرم. همین رو می‌خواستم عرض بکنم خدمتتون. تلویزیون‌ها، ببینید تلویزیون ایران اینترنشنال به دلیل اینکه با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با این حکومت موافقن، اما با آقای خامنه‌ای مخالفن، با آقای خامنه‌ای و اصولگراها مخالفن، با اصلاح طلبا موافقن. به همین دلیل شما میبینید شکل و شمایل افرادی که میان اکثریتشون اینان. برای خالی نبودن عریضه، خب بعضی وقتا هم یه آدم هایی رو میارن که شما زیاد دقت نکنی به قضیه. این مالی در مقابلش تلویزیونی داشتیم درست مثل CNN و فاکس در آمریکا، یک تلویزیون داشتیم به نام من و تو. من و تو یک کار دیگه داشت میکرد، فیلم های نمیدونم بله، تاریخی میساخت، از رضا شاه، از محمد رضا شاه، از فرح پهلوی، از اینها فیلم میساخت و خب معروف شده بود به اینی که داره تو یک راه دیگری حرکت میکنه. در یک بزنگاهی که من تعجب کردم اون تلویزیون تعطیل کرد. درست. حالا نمیخوام زیاد وارد بشیم، اون تلویزیون تعطیل کرد، این یکی تلویزیون مونده. و چون این طرفدار حضورتون عرض کنم که اصلاح طلب هاست، بهمن جان یه اشاره هایی من قبلا کردم الان بازش میکنم که شاید یه خورده قهرمان هم داره میسازه اونم معرفی کنید، یه خورده شما توجه بکنید به این قضیه. یک تلویزیون میخواهند و شروع کردن درست بکنن که این با اصولگراها باش، نه با اصلاح طلب. و اون رو همون واسطه رو که آقای بهمن خان اشاره کردن، تمام تلاششو از زمان کاندیداتوری آقای رئیسی که اینها پوش کردن، مصاحبه های مختلف کردن که آقای رئیسی رو به هر حال یه جوری تأثیر بذارن در انتخابش یا مردم رو آماده بکنن، الان شما اگر نگاه بکنید در همون مسیر دارن میرن. پس بنابراین دو تا تلویزیون میشه، یکی طرفدار اصلاح طلبها، یکی طرفدار اصولگراها، که این یکی داره میزنه واقعا، کنفرانس هم میذاره و فلان و بهمان، که با اجازتون بهمن جان من بیشتر از این نمیگم تا ببینیم شاید اشتباه کرده ولی باشه. قهرمان علی گفتیم من اینترنشنال اشاره بکنم، چند هفته قبل یادم بی که برای اینکه قهرمان درست کنن یه اتفاقاتی باید بیفته دیگه. برای این خانم علی نژاد کم از این چیزا درست نکردن، اینترنشنال بادش کرد، دم خونش می‌خواستن ترورش کنن و دوربین همه چی اونجا بوده، یا آقای میگرده دور خودش، ما اصلا نمیدونیم هم چی شد. ایشون ادعا میکنن تحت کنترل نظارت نمیدونم اف بی آی دارن بردن، در یه آپارتمانی زندگی میکنن، از خانه خودشون دور افتادن. مدتی قبل یکی دو ماه قبل آقای پوریا زراعتی رو، یه پسر جوانی که نمیدونم در دانشگاه بابلسر تحصیل کرده، نمیدونم مهندس مکانیکی، میارم به عنوان یه مجری تو ملوتا بود، خوبم بود اصلا، من بحثی با اونش ندارم، خوبه باشه، ولی وقتی میگم میخوان طرف رو بزرگ کنن هدف داره اینطوری میشه. بعد ایشون آوردن تو همین اینترنشنال و یکی دو ماه قبل گفتن که دو نفر ایشون رو چاقو زدن و بستری کردن در بیمارستان و عکسی و فیلمی و جنجالی و دید و بازدید و با گل رئیس اینترنشنال و دولت انگلستان هم اعلام میکنه که دو نفری که زدن از انگلستان خارج شدن. حالا چرا زدن به پا من نمیدونم، اگه قصد قصد بوده که خوب میتونستن تو دم آپارتمان رو در خلوت کاریشون یه سره کنن، ولی هم چیزی نبود. حالا خوشحالیم که نکردن این کارو، ولی بازی و نمایش، ولی به نظرم اون بازیش برات بعد از اون میان یه برنامه ایشون درست میکنن. ایشون یه دیدارایی هم با آقای نتانیاهو اینا ترتیب داده بودن. من حالا با اصلا گفتم که
دارن فرید زکریای ایرانی برای ما میخوان بسازن. خب فرید زکریا یه مجری توانمندیه، بسیارم برای با یه برنامه یک ساعت در هفته یک شنبه در CNN یه جایگاهی داره. اومدن این برنامه یه برنامه 26 دقیقه‌ای درست کردن برای آقای پوریا زراعتی، 15 دقیقه ایشون تحلیل خودشون رو از مسائل سیاسی جهان میدن، یه مهمان 10 دقیقه‌ای هم دارن. خب اینجا میدونی که این هدفداره، ایشون کجا این دانش و تحلیل و توانایی رو پیدا کرد؟ علاوه اینکه یک فعلا یک چی میگن خبرنگار گردن کلوپ از دید خودشون میخوان برای جامعه بسازن، فردا خواهید دید اهداف دیگری رو وقتی جامعه به او اعتماد کرد خب بعد میتونن یه سری چیزا رو پیاده کنن از طریق او. همه میان میگه آقا زراعتی میگه، پس خیلی درسته. بهمن جان به هیچ وجه من الوجوه ما شخصی واقعا ما بخیل نیستیم، امیدواریم جوونا ترقی کنن، پیشرفت بکنن. فرید زکریا که هیچی گنده تر از اونم تو جیب بغلشون بذارن. اما بله، یک پروژه هایی هست که به اون پروژه ها وقتی اشاره میشه خب طبیعتا نام هایی هم این وسط میاد. از بعد از اون چاقو این برنامه پیش اومد. بله، این برنامه بله، های تحلیل و اینا. ولی با تمام این تفاصیل ما آرزو میکنیم که این پیشبینیامون یا این تفسیرامون این تحلیلامون اشتباه باشه و همه چی به حال خوب و خوش و مثبت پیش بره، همونطور که ما هم برنامه‌مون تموم شد. مثل این که و بایستی بازم من اعلام بکنم سابسکرایب یادتون نره و تشکر بکنم از رضا کیهان و رضا آلمان. شما بفرمایید تا من بقیه شد. بله، سپاسگزاری از همه بکنیم. تا هفته آینده خدا نگهدار همگی و ممنون از همه کسایی که برای برنامه زحمت میکشن و کسانی که برنامه رو میبینن. بله، منم آرزوی سلامتی و سعادت و تندرستی و شادی برای یکایی که شما دارم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید تا هفته دیگه که باز ما میان خدمتتون. تا درودی دیگر، بدرود.